به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه سابق و مشاور شورای امنیت ملی پیشین افغانستان، میگوید صدور دموکراسی به کشورهای مانند افغانستان شکست خورده است. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور شورای امنیت ملی پیشین افغانستان، در گفتگو با نشریه آلمانی دوچلند فونک گفت که کشورهای غربی باید از خروجشان از افغانستان درس بگیرند. او افزوده است که تلاش برای صدور دموکراسی به کشورهای دیگر شکست خورده است. به نقل از اندپندنت، اسپنتا در این مصاحبه گفت که افغانستان، عراق، سوریه و لیبی نمونه های از این شکست است. به گفته او، در همه این کشورها وضعیت بدتر شده و از دست رفتن جان صدها هزار نفر را به همراه داشته است. اسپنتا در پاسخ به این پرسش که چه معیارهایی باید در مورد ماموریت‌های نظامی خارجی که ممکنه نیروهای مسلح آلمان نیز در آن شرکت داشته باشند، در آینده چه معیارهایی باید در نظر گرفته شود، گفت که چون این ماموریت‌های باید آخرین گزینه باشند. اسپنتا تاکید کرد این ماموریت‌ها فقط باید در مورد اضطراری و استثنایی صورت گیرد. من معتقد نیستم که ماموریت‌های نظامی در آفریقا یا آسیا نتیجه می‌دهد. اسپنتا تاکید کرده است که همکاری کشورهای غربی باید با طالبان نباید فراتر از کمک‌های بشردوستانه باشد. کنسولگری افغانستان در تاجکستان به طالبان سپرده شد. به دنبال واگذاری کنسولگری‌های افغانستان در کشورهای منطقه به طالبان، منابع از واگذار کردن کنسولگری افغانستان در خاروغ تاجکستان به این گروه خبر دادند. گفته می شود که سفارت افغانستان در دوشنبه در کنترل مخالف طالبان است و کارمندان آن همچنان در حال بررسی گزینه‌های خود هستند. یکی از نمایندگان سفارت افغانستان گفته است که کنسولگری خاروغ در شرق تاجکستان در حال صدور پاسپورت افغانستان است و کارمندان آن در دو ماه گذشته از طالبان حقوق دریافت کردند. سفارت افغانستان در دوشنبه تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که پیش از این وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه از سفر هیئت از این وزارتخانه برای بررسی فعالیت‌های کنسولگری خاروغ و همچنین کار تعمیرات ساختمان آن خبر داده بود. طالبان مشخصات تمام خبرنگاران را ثبت می‌کنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان از استخبارات و دیگر نهادهای این گروه خواسته تا بدون آگاهی کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای در مورد رسانه‌ها مداخله نکنند. همچنین این وزارت روز یکشنبه گفت که قصد دارد مشخصات تمام خبرنگاران افغانستان را در یک پایگاه داده‌ها ثبت کند. در خبرنامه این وزارت آمده است که پس از ثبت هویت خبرنگاران، با آنها کارت خبرنگاری صادر خواهد شد. خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز از تنظیم استراتژی جدید برای توسعه فعالیت‌های این وزارت خبر داد. در مورد این استراتژی جزئیات ارائه نشده است. در زادگاه خودش در قیصار فاریاب اعدام شد. منابع در فاریاب میگویند که یک پسر 12 ساله در ولسوالی قیصار این ولایت به گونه مرموز حلقاوی شده و جان باخته. از مسئولان محلی طالبان دلیل مرگ این کودک را خودکشی اعلام کردند. به گفته مسئولان محلی طالبان، این کودک عصر روز گذشته یکشنبه در روستای بیشباله ولسوالی قیصار خودش را با ریسمان به دار آویخته و به زندگی. مسئولان جنایی طالبان گفته است که جسد این کودک توسط مادر و خواهرانش به کلینیک ولسوالی قیصار آورده شده است. به گفته این منبع، ماموران جنایی طالبان در حال بررسی قضیه هستند. مسئولان طالبان درباره دلیل خودکشی این کودک چیزی نگفتند. و در پایان، احمد سعیدی روی برگه فیسبوکش نگاشته است: با سلام و درود. چند قبل نوشته بودم که ایالات متحده آمریکا، ایران و پاکستان آینده خوبی ندارند و بدبختی ها را تجربه خواهند کرد. در حال حاضر طوری که دیده می شود، سیاست های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، آمریکا را در یک پرتگاه سراشیبی سوق داده است. به تازگی سیاست کشورهای دنیا علیه دلار آمریکا آغاز گردیده و آهسته آهسته دلار از طرف اوج به طرف نزول خواهد رفت. جو بایدن بر سر دلار آمریکا چه آورد؟ دلار زدایی 2 هفته اخیر عربستان در نظر دارد.
یوان چین را برای فروش نفت بپذیرد. 2. چین و فرانسه اولین تجارت LNG را با استفاده از یوان تکمیل کردند. 3. روسیه استفاده از یوان چین را به عنوان از ذخیره در نظر می گیرد. 4. عربستان سعودی برای ساخت پالایشگاه به ارزش 83.7 میلیارد یوان چین، یعنی 12.2 میلیارد دلار، با چین شریک می شود. 5. چین و برزیل توافق کردند که از پول چین در معاملات بیرون مرزی استفاده کنند. 6. عربستان سعودی و تازگی یک اتحاد تجاری با چین، روسیه، هند، پاکستان و 4 کشور آسیایی برای کاهش اتکا به دلار اعلام کردند. 7. کشورهای جنوب شرق آسیا ASEAN هم در نظر دارند در مناسبات تجاریشان به عوض دلار، پوند، یورو از یوان استفاده کنند. با گذشت زمان کشورهای بیشتری به دنبال جاگزینی برای دلار آمریکا هستند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.